سلام دوستان حالتون چطوره امیدوارم هر جایی هستید شب و روز خوبی رو سپری کنید خب دوستان امروز یه آموزش خیلی باحال داریم یه سبک نورپردازی و سبک نه در تم نورپردازی مود باحال که خیلی میتونه به کاراتون تفاوت بده در واقع حس و حالی براش ایجاد کنه که خیلی مورد استقبال قرار بگیر و خیلی هم دوستش داشته باشن حداقل برای من که تجربه این بود که این سبک خیلی دوست داشتم مثلا تو پلتفرمی مثل بیهانس خب خیلی لایک شد خیلی مورد استقبال قرار گرفت خیلی هم راحته بریم ما هم دیگه انجامش بدیم مثل بقیه سبکای نور پردازی که دینید من انجام چقدر سریع و ساده انجامش میدم این هم دقیقا مثل همون انجام میشه قبل از شروع آموزش لطفا اگر چند تا الان ساب نکردید ساب کنید لطفا اگر لایک نمی کنید آموزش ها لایک کنید حمایت کنید لطفا اگه مطلب مد نظرتون توی کامنت های من بگید یا اگه درخواستی دارید برای آموزش خاصی لطفا اون رو هم با من در میون بذارید در طریق کامنت ها خب بریم شروع کنیم برای شروع من یه دونه اسکای توی چیز میذارم توی سینگل مپ اینجا یه اسکای میذارم کرونا و کرونا اسکای خب متل ایدیتور رو باز میکنم خب اسکایمو رو درگ اند میکنم اینجا و آی پی فعال میکنم که خب بیام توی این کامرام و این لاک تنز... لاک ویو من بزنم خب میتونید ببینید یه نور آبی رنگی تقریبا داریم که خب طبیعیه برای اسکای من اولین کاری که میکنم این آبی بودن این اسکای یه مقدار میگیرم دو تا کار برای این موضوع میتونیم انجام بدیم یکی من از قسمت توربیدیتیش میام اینو میزمش روی عدد خیلی بیشتری مثل ده که یه مقدار زرد بودن آسمون خودش تقویت میکنه و یک گزینه هم اینجا داریم نام وایت بالانس که با این هم میتونیم میزان سرد بودن یا گرم بودن اون رندر رو تعیین کنیم من اینم میام میزنمش روی یه عددی مثل 10000 که یه فضای گرمی داشته باشه این رندری که میخوایم انجام بدیم یه رندریه که خیلی خیلی فضای گرمی داره خب این برای اسکای برای شروع خوبه ببین بدون سانم بذاریم توی فضامون سان و میام میکشمش اینجا میذارمش بالا و خب اینجا ها به نظرم باید خوب باشه اوکی میام تو تنظیماتش خب شدتش رو کم میکنم یه مقدار میذارمش روی چهاردهم فعلا. شدت دیفالتش اینه اگه ببینید وقتی روی یک باشه مطمئنیم زیاده بیا اصلا تجربه میدونیم که شدت یک خیلی برای استان معمولا تو کارای ما زیاده من کمش میکنم این می روی نیم روی چهار ده این مدلی فعلا خوبه و سایزش رو یه در بزرگتر میکنم میزنم روی سه من معمولا در اکثر مواقع سایز روی یک بیشتر از یک میکن که لبه سایه ها خیلی خیلی تیز نباشه یه رنگ زرد هم به سانم میدم چون میخوام رنگ سان زرد باشه فکر کنم اینجا خوب باشه این کار میخوام یه تم کلا گرمی داشته باشه توی کار اوکی یه دونه رین هارد کامپرشن میدم فکر کنم واضح باشه ما اینجاها سوختگی داریم اینجاها سوختگی داریم توی تصویری که بیرون داریم سوختگی داریم یه مقدار بیشترش میکنم بازم بیشتر اینجا حدودا خوبه آره اینجا حدودا خوبه میام یه دونه لایت هم برای این آباجورم میذارم خب کرونا لایت اوتو روشن میکنم که روی همین جسمم بکشه خب روی همون جسممون نکشید <applause> میام اینجا میذارمش داخل این چراغم اوکی خب شدتش رو باید زیاد کنیم و چیزی که مشخصه این وسط هم داره دیده میشه من این گزینه ها رو برمیدارم از اینجا تیکاشو که خود منبع نوری رو نبینیم و شدتش رو زیاد میکنم میذارم روی 500 یه صفر به صفرش اضافه میکنم یه صفر دیگه هم اضافه میکنم خب اینجا خوبه یه مقدار یا رنگشو تغییر میدیم یا اینکه تمپرچرش رو تغییر میدیم فرقی نمیکنه رنگش رو میذارم حدودا این قسمت رو فکر کنم خوب باشه یه کوچولو قرمزتر خب اینجا خوبه ببینیم رندرمونو خب حالا من سعی میکنم یه مقدار با تنظیمات تون مپینگ که یه مقدار حس و حال بدم بکارم کارم خب برای شروع میام الیوتی میدم به کار میخوام یه مقدار تم گرم داشته باشه کارم یه LUT این که همیشه میدم به کار میدم الیوتی که اسمش ادوانتیکس صده این یه مقدار تم کار من رو گرمتر میکنه یه مقدار فقط کنتراست ها زیاد شد به نظرم یه کوچولو کنتراست رو کم میکنم اوکی اینجا بهتره یه مقدار دلم میخواد توی کارم وینت داشته باشم لبه های کار میخوام تیره بشه میام یه وینت هم میدم به کار اینجاست میذارمش روی یک یه مقدار این لبه ها میخوام تیره تر بشه میام یه مقدار با تون کرف یه مقدار خودم کنتراستا رو دستی تنظیم میکنم میخوام مقدار سایه ها این پایینا فقط قسمت های تیره شدوها ها تیره بشه و قسمت های دارک این یعنی قسمت هایی که یه مقدار مثل اینجا هست اینا روشن بشه و هایلایت هم, ها هم یه مقدار پرورتر بشه الان هایلایت هم ها ها خیلی ضعیف شده من هایلایت ها رو میزنم روی چار ده هم دقیق کنید تفاوتشو یه مقدار اینجا ها اینجا ها روشن میشه میام یه مقدار دارک هم هم روشن تر میکنم کارم یه مقدار روشنتر بشه دیگه تفاوتش خیلی مشخصه فقط الان یه مقدار این قسمت هایی که پشت و اینا قرارم که قبو تیره تر باشه روشنتر شد من میام اینو کمش میکنم میزم روی منفی نیم خب دقت کنید کار ما چه تغییری کرد چقدر توی نور و رنگش تفاوت ایجاد شد خب به نظرم همه چی خوبه الان و نور و رنگ خوبی داریم یه مقدار میتونیم توی پسپورا هم کارمون رو تغییراتی توش ایجاد کنیم ولی الان به نظرم نور رنگ خیلی خیلی خوبی داریم اون حس و حالی که میخواستیم و به نظر من برامون ایجاد کرده میتونیم حالا یه مقدار با تنظیمات رندر بازم بازی کنیم با تنظیمات تون مپینگ بازم بازی کنیم یک افکت های دیگه هم پیش ایجاد کنه بسته به بس سلیقه خودتون دیگه اون ممکنه متفاوت باشه برای هر کسی ولی برای من الان اینجایی که هستش به نظرم تنظیمات خوبی داره و گرمی هم که میخواستم توی کارم دارم و به همین سادگی که دیدید که تونستیم این نور رنگی که میخواستیم ایجاد کنیم من این مقدار بلوم و گلیر هم بهش میدم یه مقدار حاله داشته باشم اینجا خب اینجا ها ایجاد شده خاموش کام شنکام رو می میبینی؟ شاید شما توی ویدیو اینا رو سختی مقدار ببینید ولی خب طبیعتا توی بگراند هم این حاله ای که میخوام و دارم خب دوستان امیدوارم لذت برده باشین از این آموزش و براتون مفید بوده باشه بدید که چقدر سریع و ساده تونستیم این نور خیلی باحال ایجاد کنیم لطفا اگر دوست داشتید چند رو ساب کنید لطفا اگر مطلبی هست توی کامنت ها به من بگید آموزش ها رو یادتون کنید لطفا حمایت کنید و اگه دوست داشتید به بقیه هم معرفی کنید تا آموزش دیگه شما رو به خدا میسپارم شاد خوشحال باشید